به بند آشنای 8 بازگردانده می شویم. اول از همه سراغ دوستانمان را می گیریم. احمد کجاست؟ داریوش، محمود، همایون. سرها در گریبان است. اشک است و بغض و انفجار و خشم فرو خورده. آنها به همین سادگی برای همیشه نبودند و ما نه به همون سادگی بودیم. چانه به اختیار نبود. اینها گوشه از خاطرات مهمان امروز من است از زندانهای ایران در سال 1367. چگونه او از اعدامهای تابستان آن سال که به گفته آیت الله منتظری چند هزار نفر را ظرف چند روز کشتند جان به در برد. میگوید اتفاقی او را از کام مرگ نجات داد. آن اتفاق نجات بخش چه بود و نگاه امروزش به گذشته ای که آن را وادی جنون مینامد چیست؟ آقای مهدی اصلانی به برنامه به بار دیگر خوش آمدید. متشکرم. چی شما را در تابستان سال 1367 از مرگ نجات داد؟ اگر من 23 سال پیش میدونستم که زمانی مقابل این دوربین و شما قرار میگیرم، سعی میکردم تمامی اون لحظات رو ببلعم و هیچ چیز رو از خاطر دور نگذارم، اما من نمیتونستم و اساساً این توانایی در من نبود که همه چیز رو ضبط کنم و حفظ بکنم. به همین جهت من از تمامی یارانم و دوستانم که دیگه در بین ما نیستن پوزش میخوام که نتونستم همه چیز رو ضبط بکنم. هرچند برای اینکه بدونیم دریا چه مزه‌ای داره، تنها چشیدن جرعه‌ای از اون کافی است. میدونیم یکی از مهمترین ویژگی‌های کشتار تابستان 67 تا این لحظه سریتش بوده. یعنی وقتی ما مقابل اون هیئت مرگ قرار گرفتیم تا زمانی که به نزد هیئت مرگ رفتیم، هیئت مرگی که منصوب از طرف آیت الله خمینی بود، نمی‌دونستیم که چه سرنوشتی برامون رقم خورده. در اون لاتاری مرگ این گونه بود که وقتی که نگهبانی اومد به اتاقی که ما درش قرار داشتیم، به اونجا هدایت کرده بودم ما رو پیش از ورود به رفتن به نزد هیئت مرگ، 10 نفر رو انتخاب کرد، گفت 10 نفر اول آماده به نزد هیئت. و این اولین بار بود که من کلمه هیئت رو اونجا شنیدم. تصور اینم نداشتیم که هیئت اساساً چه ویژگی رو داره. 10 نفری رو که انتخاب کرد، از قضا من نفری بودم که جلودار صفی قرار گرفتم که 9 نفر دیگه پشت سر من قرار گرفتن. با چشمای بسته چشمبند زدن به ما. در طبقه فوقانی زندان گوهردش بودیم که می‌بردن به پایین که هیئت مرگ اونجا مستقر شده بود. در راهروهای پیش در پیچ زندان گوهردش، در یکی از فرمان‌های به چپ و راست پیچیدن‌های نگهبان، من اشتباهی سمت دیگری رو رفتم و ترکیب صف به هم خورد. در ترکیب جدید جهانبخش سرخوش که چند ماهی بیشتر از حکمش باقی نمونده بود، جلودار صف شد. لحظاتی بعد ما رسیدیم به جلوی اتاقی که هیئت مرگ درش مستقر شده بود. نفر اول جهانبخش سرخوش رو به داخل اتاقی بردن که هنوز ما نمیدونیم چه اتفاقی قرار اونجا بیفته. به کوتاه‌ترین زمان جهانبخش برگشت و ناصریان دادیار زندان او رو سپرد به دست یک نگهبانی و گفت چپ. این چپ در واقع اسم رمز و شب حسینیه و آمفی‌تئاتر گوهردشت بود که محل اعدام‌ها در تابستان 67 در زندان گوهردشت بود. و تا اون لحظه گفتم ما نمیدونستیم و به واقع من و جهانبخش سرخوش به گونه ای سهم مرگ و زندگیمون در اون لحظه ناگهانه با هم دیگه تاخ زدیم. و لحظاتی بعد یکی از اون دارهای 6 ردیفه طبیعی شده در حسینیه گوهردشت نصیب جهان شد و لحظاتی بعد در یکی از کامیون‌ها یخچالدار انداخته شد و در خاوران پنهان شد. آقای اصلی، مگر نه این بود که اون هیئتی که شما ازش صحبت می‌کنین که هیئت 3 نفری بود که ظاهرا به دستور آیت الله خمینی تشکیل شده بود برای اینکه تعیین بکنن چه کسی باید اعدام بشه چه کسی نشه، که متشکل بود در تهران، متشکل بود از قاضی شرق آقای نیری و آقای اشراقی که دادستان تهران بود و یک نفر هم از وزارت اطلاعات که بعدا معلوم شد که پور محمدی بود. بله. خب مگر نه این بود که اینها در مقابل اونها بسته به این که زندانی چه جوابی به اونها میده
به اصطلاح حکم اعدام صادر میشه؟ چطور به صرف اینکه شما یک مسیر دیگه رفتید شما رو اعدام نکردن؟ من این رو باید اینگونه به شما توضیح بدم که لحظات در حقیقت رفتن به نزد هیئت مرگ در اون چند روزه بحرانی که چپکشی آغاز شد، میدونین که از هفته اول مرداد ماه در واقع پروژه با مجاهدین آغازیدن گرفت در زندان ها و بعد از 24 روز که پروژه به پایان رسید، پروژه مجاهد کشی، از هفته اول شهریور ماه شروع کردن رسیدگی به وضعیت چپ ها. نوبت در حقیقت رفتن به نزد این هیئت مرگ و به هر حال پاسخ هایی که در اون شرایط ما اتفاقی که افتاد، یک روز تاخیر افتاد در رفتن به نزد هیئت مرگ و در اون یک روز اتفاقاتی افتاد که خبررسان شد برای ما و ما کم خودمون رو تونستیم جمع و جور بکنیم، چون تابستان 67 کشتار به مفهوم کلاسیک خودش نبوده، یک نوع تصفیه بوده. در تصفیه به واقع یک نوع بهانه باید جور بکنن، بهانه مجاهد کشی محاربه بوده، بهانه چپ کشی ارتداد، یعنی بازگشت از خدا. به همین معنا از قبل به ما نگفته بودن که اگر شما این گونه بگویید میمیرید، اگر این گونه گفتید نه زنده میمونید. ما اساسا بر اساس یک نادانستگی عمومی مقابل هیئت مرگ قرار گرفتیم و جهانبخش رفت و برگشت و کسی نمیدونه تو دادگاه جهانبخش و دادگاه که حالا اون هیئت بعد اینکه اون رجی شدین که شما رفتین جلو اون هیئت، درسته؟ سوالشون چه بود از زندانی؟ سه سوال و پرسش کلیدی از چپ ها در حقیقت مطرح میکردن. در واقع تجربه خود من که من دو بار مقابل این هیئت قرار گرفتم این بود. سوال کلیدی آقای نیریان بود که مسلمانی یا مارکسیست؟ پاسخ دادن به این سوال میتونست مرگ و زندگی یک نفر رو تعیین بکنه. اگر کسی میگفت مارکسیست هستم که در جا میبردم میگفتن ببری چپ. اگر به گفتمان برمیخواست کسی با آقای نیری، بسته به شرایط پرسش های بعدی رو به دنبال میداشت. مثلا کسانی ایشون گفته بودن که برای چی داری میپرسین حاج آقا، من که مثلا چند ماه بیشتر از حکمم باقی نمونده. خب به برخی گفته بود که داریم بند چپ ها از مسلمان ها رو جدا میکنیم، یعنی با یک دروغ رذیلانه در واقع خط داده بود. و خب طرفی که حالا 4 ماه از حکمش باقی مونده بهش گفته که حاج آقا اجازه بدید من تو این بندی که هستم بمونم این چند ماه رو. خب خیلی راحت اون موقع گفته بود که خب ببرینش چپ. این چپ بردن در واقع به این سمت بود که میبردن به حسینیه گوهردش و اعدام میکردن. خود من تجربه شخصیم این گونه بود که وقتی از من پرسید که مسلمانی یا مارکسیست، در حقیقت سوال رو من با سوال پاسخ دادم و اینکه من اساساً فلسفه مارکسیستی رو از ابتدایی که جذب نیروی سیاسی شدم رو این فلسفه چندان تعین کافی ندارم. گفت شما عضو یک گروه چپ بودی. گفتم به دلیل شعارهای عدالت خواهانه بوده که باش دیالوگ برقرار کردم، در برای فرار از ماجرا من دیالوگ رو انتخاب کردم. ایشون ولی شما رو از این گوشه رینگ نمیذاش فرار بکنی، به اینجا میبرد که یا مسلمانی یا مارکسیست. اگر مسلمانی باید نماز بخونی، اگر نیستی باید مشخص بشه که نیستی. کسانی که در حقیقت میپذیرفتند که مسلمان هستند اما نماز نمیخوانم، حکم حد میداد، یعنی کابل میداد، گفت بزنید تا بخواند. این بزنید تا بخواند هم حد نداره. در مورد شما این بود، شما جواب دادید که شما مسلمانید نهایتاً ولی بله. نماز نمیخونید. نماز نمیخونم. این مسلمان بودن در واقع در دادگاه در بار دومی که من مقابل هیئت مرگ قرار گرفتم، مسلمان بودن رو، چون مشخص شد که دیگه مرگ در کاره، مسلمان بودن رو پذیرفتم. به دروغ گفتم که من مسلمان هستم و نماز نمیخونم. باید نماز بخونی. و خب خاطرم ازش گفتم مثلا من فکر کنم این نماز خوندن من بی احترامی به شما باشه، که نه این بی احترامی. یعنی شما دو بار میگین دو بار، برای دو بار اول ظاهرا اونطور که در کتابتون کلاغ و گل سرخ توضیح میدید تلفنی شد در اون بین اعضای هیئت و شما را نیمه کاره موند و شما را مرخص کردن تو اون. ولی در مرحله دوم شما رفتید گفتید که مسلمانید ولی نماز نمیخونید. در پاس شما کتک زدن در واسطه؟ نه، من کابل رو نخوردم، کابل نماز رو نخوندم، کتک خوردم. من 9 شهریور در واقع میدونید که 3 روز بحرانی و اوج این کشتارها از 5 شهریور شروع شد. 5 و 6 و 7 و 8 اوج این 4 روز اوج کشتارها بود. 9 و 10 کمی فروکش کرد و بعد از اون هم در واقع سیر نزولی خودش رو پیدا کرد. در واقع خب حالا شما میگید که در مراحل اولیه بسیار از زندانیان اصلا اطلاع نداشتن که در مقابل این هیئت چرا قرار میگیرن و قراره چی ازشون پرسیده بشه و چه سرنوشتی ممکن منتظرشون باشه، ولی بعدها خبر مثل که درس کرد. در مورد شما وقتی که شما تصمیم گرفتید که بله من مسلمانم ولی نماز نمیخونم، آیا یک تصمیم
که مشورت شده جمعی بود که شما در زندان با اطلاعی که پیدا کرده بودید به این نتیجه رسیدید که به هر حال خودتون رو به این شکل نجات بدید، یا اینکه تصمیم بود که فلبداه همونجا گرفتید و اجراش کردید؟ اساسا فرصت مشورت اونجا وجود نداشت و هر کس به صورت فردی تصمیم خودش رو میگرفت. بسیار لحظات حساس و بحرانی و حیاتی بودش. ما پس از اون که جلیل شهبازی، ما متوجه شدیم که جلیل شهبازی یکی از زندانیان قدیمی، بعد از اون که نماز رو نپذیرفت و کابل بهش دادن، بعد از اینکه 40-50 ضربه کابل خورده بود و این کابل هم کابل مرگ بود، من لازم اینجا این توضیح رو بدم، ما دو نوع کابل داریم، یه نوع کابل اطلاعاتی میزنن از شما که اطلاعات بگیرن که خیلی در حقیقت حساب شده است، نمیذارن پا بشکافه، اما این کابل نوع دوم کابل مرگ بود، میزدن تا یا بمیرید یا بخوانید. جلیل شهبازی بعد از 40-50 ضربه کابلی که خورده بود در یکی از نوبت‌های دستشویی روده های خودش رو با شیشه مربعی که ازش به عنوان لیوان چای استفاده می‌کرد زد و ما این در واقع اطلاعات خبررسانی که در حقیقت تو زندان گوهردش اتفاق افتاد باعث اون شد که ما بفهمیم مسئله مرگ جدیه، ولی هنوز تصور اینو نداشتیم که اگر نماز نخوام. من خودم بار دوم با این باور مقابل هیئت مرگ قرار گرفتم که خب من میگم مسلمونم برای اینکه نمیرم، اما میگم نماز نمیخونم، خب 50 ضربه برام میزنن، یک حدی داره، شما یک جرمی رو مرتکب شدی یه حد، ولی این حد در واقع بی حد بود، یک نوع بی حدی بود در اون شرایط، میزدن تا یا بپذیرید یا اینکه در واقع بمیرید. شما فکر میکنین آقای اصلانی، برای اینکه در کتاب شما یه مقدار کارهای تحقیقی هم کردین، آمار و ارقام رو دادید، توجیه کردید، تحلیل کردید که چرا ممکنه این اتفاق افتاده باشه، شما فکر میکنین که چرا زندانی سیاسی رو اعدام کردن؟ خود حکومت البته عملیات مرساد سازمان مجاهدین رو که حمله کردن به ایران و سرک کرمانشاه و غیره، اینا بهانه کشتار را قرار میدن، ولی زندانی چپ که تو این دخیل نبودند، شما فهم کنین چرا کشتن؟ ببینید اون هنوز این رازی دولتی و ناگفته است و هنوز پرونده ای ناگشوده. از کم و کیف تصمیم چندان ما مطلع نیستیم، جز بخشی در خاطرات آیت الله منتظری درس کرد و نشر کرد به خاطر اتفاقاتی که افتاد. اما حوادثی که در سالیان اخیر اتفاق افتاده نشون دهنده اینه که در اون سالیان آیت الله خمینی تیم پزشکی گزارش مرگ قریب الوقوع ایشون رو نوید میداده، یعنی سردمداران نظام و کار به دستان حکومت اسلامی میبایست دوران پس از خمینی رو بهش فکر میکردن. سه مسئله مهم و کلیدی اینجا وجود داشته که باید از اتوریته مذهبی ایشون استفاده میکردن تا زمانی که ایشون زنده است. اولیش پایان دادن جنگ بود، بدون آیت الله خمینی ناممکن بود تقریبا، کسی که گفته 20 سال این جنگ طول بکشد ما ایستاده ایم. دومیش مسئله آیت الله منتظری بود که یک موزل سیاسی جدی بدل شده بود، مسئله جانشینی پس از خمینی. سومیش به باور من مسئله حل صورت مسئله زندان ها بود که اون حجم از زندانی سیاسی رو باید تعیین تکلیف میکردن باش. هر سه اینها رو تصمیم گرفتن از این حکم و اتوریته مذهبی استفاده بکنن و کار به دستان و سردمداران اصلی نظام این کار رو با سریت کامل انجام دادن. خب این مسئله سر این که چه کسانی واقعا تصمیم گیرنده اولیه این بودن، اونطوری که آیت الله منتظری در خاطراتش نوشته به نظر میرسه که این تصمیم رو خود آقای خمینی گرفته و هیئت رو هم خود آقای خمینی تعیین کرده، به نظر اینجوری میاد، خیلی هم روشن نیست این قضیه. در جاهای دیگه از جمله شما مطرح میکنین که سران سه قوه در تصمیم گیری اولیه، وزیر خارجه وقت از وزارت اطلاعات و حتی مشاوران وزارت اطلاعات هم در این تصمیم گیری اولیه دخیل بودند. اینو از کجا میگید شما؟ چه سندی دارید در این زمینه؟ ببینید به شهادت کارنامه سیاسی جمهوری اسلامی، موجودیت جمهوری اسلامی، تمامی جنایت‌های دوران آیت الله خمینی با توافق و با حکم مستقیم ایشون صورت گرفته، تردیدی نباید در این داشت. این شهادت کارنامه سیاسیه این دورانه، دوره‌ای که در حقیقت موجودیت نظام جمهوری اسلامی بوده، از فردای پشتوان مدرسه علوی در واقع وجود داشته تا تابستان 67. جدیدن کتاب خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی، یادداشت‌های ایشون در سال 67 منتشر شده. این راز مگو، این راز دولتی رو دولت مردا سکوت کردن تا این لحظه در موردش. این پازل داره آرام آرام تکمیل میشه. آقای هاشمی در بخشی از این خاطراتشون گفتند که آیت الله خمینی در مهر ماه 67، یعنی یک ماه پس از کشتار، سرنوشت زندانیان زنده مانده رو به مجمع تشخیص مصلحت نظام وانهادند. در این مجمع سران سه قوه حضور داشتند،
آقایان موسوی اردبیلی به عنوان رئیس دیوان عالی کشور، آقای موسوی خوئینیا به عنوان دادستان، آقای میرحسین موسوی به عنوان نخست وزیر، آقای خامنه‌ای و آقای هاشمی رفسنجانی حضور داشتند. افزون بر این اونجا اشاره میکنن ایشون که مطلعین وزارت اطلاعات و قضات اوین هم حضور داشتند. این که کسی بگوید امروز ما نمیدانستیم و این نمیدانستم گفتن، متوجه اینه به نوعی که اگر من میدانستم معترض هم میبودم. کارنامه در حقیقت سیاسی و به شهادت این کارنامه در حقیقت این موضع اعتراض اساسا وجود نداشته. ما یک معترض داریم در ارتباط با اعدام های سال 67 که این اعتراض تاوان سنگین رو به دنبالش و اون همون آیت الله منتظری بود که ایشون اعتراض کردن، یک جای کاسه خودشون رو از آقای خمینی جدا کردن و متاسفانه هیچ کس، مطلقاً هیچ کس ولی پشت این در حقیقت همون آقای منتظری هم اشاره میکنه که زمانی که شروع کردن به کشتن زندانیان سیاسی چپ، آقای خامنه‌ای به آقای منتظری میگه که و این کار درستی نیست، با چه کاری که جلوی اینو گرفت. آقای منتظری بهش میگه که وقتی که مجاهدین بچه مسلمان‌ها رو میکشتن شما اعتراضی نکردین، نگران نبود، حالا نگران چپا شدید. و آقای خامنه‌ای میگه که مگه مجاهدین رو هم کشتن؟ یعنی این به این معناست که آقای خامنه‌ای اطلاعی نداشته، یعنی چه با این جور در نمیاد، با اون چیزی که شما از خاطرات، از لابلای خاطرات آقای رفسنجانی در آورد. آقای منتظری اونجا یک قیدی رو هم به کار میبرن، میگن که من نمیدانستم، واقعا ایشون نمیدونست یا نه. این قید بسیار قید با اهمیتی، تصور و گمان من این هستش، یعنی شک داره اینکه آقای خامنه‌ای حقیقت گفته بوده با تردید این رو مطرح میکنن در کتاب خاطراتشون. و به واقع ببینید آقای پانی عزیز، از ابتدایی که این ماجرا صورت گرفت، کشتار تابستان 67 در زندان ها کلید خورد، اتفاقاتی افتاد، هم بیرون خانواده ها اعتراض کردن، هم توی محافلی در حقیقت این ماجرا تر شد، نمیتونستن دولت مردا این رو مطلع نباشن. این یک پروژه‌ای بود که در واقع توافق شده بود سرش، این پروژه‌ای بود که به واقع برنامه ریزی شده بود، با یک پلان مشخص اومدن این کار رو کردن. اینها از 6-7 ماه قبلش، از پاییز، از زمستان 66 در زندان‌ها پرسش پاسخ‌های عقیدتی کردن، بندها رو جدا کردن، یعنی برنامه ریزی کردن برای اون کشتار. عملیات سازمان مجاهدین، عملیات فروغ جاودان یا مرصاد بهانه مناسبی بود برای کشتار، ولی علت کشتار نبود، نمیتونست علت کشتار باشه. خب شما آمار و ارقام در مورد اینکه چند نفر از زندانی سیاسی در سال 67 کشته شدن خیلی ضد و نقیضه، یعنی اما از طرف سازمان مجاهدین آمار 30,000 نفر رو حتی بیشتر در مواردی داریم، تا آمارهای 3,000 یا 3,500 تا حتی 5,000 نفر مثلا نوسان میکنه بین این فاصله عظیم بین ارقام. شما هم در کتابتون یک آمار و ارقامی با ذکر وابستگی از سازمان‌های مختلف ارائه دادید. چقدر فکر می‌کنین که این آماری که شما ارائه دادید دقیقه؟ ببینید چطوری به دست آوردین؟ حوزه نادانسته‌های ما چه بسا در پروژه کشتار 67 بیش از حوزه دانسته‌هامون باشه. هنوز ما از کم و کیف کشتار در شهرستان‌ها چندان مطلع نیستیم. خاطرات تاکنونی که قلمی شده از طرف زندان، عمدتاً زندانیان تهران رو در بر می‌گرفت و عمدتاً زندان گوهردش رو. اون چه که در حقیقت آماری که آیت الله منتظری دادن بر اساس ارتباطی که با قضات شهر دادن و اون چه که در واقع تجربه شخصی خود من بوده در زندان گوهردشت، چیزی حدود 4,000 نفر، این چیزی که حداقل چیزیه که میتونیم روش توافق بکنیم، یعنی ما یک آمار حداقلی داریم. این تعداد رو میدونیم، 3,700-800 نفری رو که در حقیقت اعدام شدن. اون آمار ارقامی هم که اغراق توش هست به باور من، 30,000 تا اینا، اساسا نمیتونه واقعی باشه، چون ما اون تعداد زندانی سیاسی اصلا نداشتیم در اون دوران و نیازی هم نیستش که ما اینقدر بخوایم آب توی این آمار بکنیم. بسیار خوب. شما در مورد آقای موسوی، چون بلافاصله بعد از این جنبش سبز و مسئله که مطرح شد، ادعایی باز دوباره علم کردن که بسیار راه ابراز صداقت از طرف رهبران جنبش و به خصوص آقای موسوی اینه که در مورد کشتارهای 68 اظهار نظر بکنه، بگه که من چقدر میدونستم چقدر نمیدونستم، در جاهایی گفته که اطلاعی نداشته از این موضوع. ولی شما معتقدید که همه الان هم گفتید که ایشون هم در اون هیئت تصمیم گیری بوده، که البته میگم هیچ سند و مدرک محکمه پسندی در این زمینه نیست، ولی شما واقعا فکر میکنید که آقای موسوی فردی هست که اصولا تندر بده به یک همچین تصمیمی؟
ببینید تو حوزه سیاست زمانی که یک نظام دست به یک جنایت میزنه، اساسا سوال رو نباید متوجه این کرد که چه کسی دستور دهنده بوده یا چه ارگانی دستور دهندگی داشته. مسئولیت اخلاقی سیاسی تمام کسانی رو که تو چرخه قدرت بودند رو در بر میگرفته. تمام تجربیاتی که توی همین اروپا و دوران فاشیسم ما داشتیم این رو به ما میگه. و اساسا کسی که من الان اصلا موضوع از زاویه دیگری طرح میکنم، کسی که در واقع رهبری یک جنبش مدنی رو مدعی است که دارای این ویژگی هست و در رأس یک جنبش مدنی هست، مگر میتوان دورانی رو که شقی‌ترین و شنی‌ترین دوران بوده، انسان دریدن، پوست کندن، شب‌هایی که صد تا از ما یک لحظه چشممون رو می‌بندیم، 67 رو می‌ذاریم کنار، امسال 30 سالگی در واقع کشتار سال‌های 60، شب‌هایی که صد تا اعدام می‌کردن و در روزنامه‌ها رسماً اعلام می‌کردن، مگر می‌توان این دوران رو هنوز طلایی خواند؟ مگر میتوان آرزوی بازگشت به این دوران رو داشت و ادعای رهبری یک جنبش مدنی رو هم داشت؟ مگر اینکه به طلا بودن و عیار اون تلاش شدید داشته باشه. انسان‌ها تغییر میکنند، خود شما هم تغییر کردید. خود شما زمانی که به اون جنبش چریکی ایران پیوستید یک انقلابی بودید که حاضر بودید که به خاطر آینده انقلاب و سازمانتون آدم بکشید و خیلی دیگه. این نظر انسانی به مسائل اجتماعی حدیده نوعیه بعد از انقلاب تا یه سالهای اخیر به وجود اومده. میتونه آقای موسوی از زمره اینها باشه. البته اشاره میشه به اینکه آقای موسوی در جایی در مصاحبه با تلویزیون اتریش در دسامبر سال 1988 مصاحبه میکنه و ازش سوال میشه در این زمینه و میگه که به هر حال یک توطئه در کار بود و قرار بود عده‌ای قتل عام بشن، به همین دلیل برای جلوگیری از اون بایستی توطئه در نطفه خفه می شد و در این زمینه ما به کسی رحم نمی کنیم. میشه اینجوری تلقی کرد که نخست وزیر مملکت بود، عده این کاری کرده بودن، مثل هر جای دیگه ناچار بود از اون نظامی که این تصمیم گرفته حتی اگر اطلاع نداشت دفاع بکنه. این هم میشه توجیهی هستش که بعضی ها می کنن در این زمینه. ببینید دو تا مسئله اینجا هست جناب فانی. یکی این که من اون موقع نمیدونستم، خب حالا که میدونید، الان که میدونید باید شما اشاره میکنید به گذشته ما. خب ما اون گذشته رو نقد کردیم، به قدر کافی هم نقد کردیم. یک کسی میاد میگه من نمیدونستم چه اتفاقی افتاده، خب حالا که میدونید چه اتفاقی افتاده و اساسا حالا زمانی که میدونید چه اتفاقی افتاده باید بگویید که بی برو برگرد اونجا یک جنایت رخ داده، یک قتل رخ داده، چندین هزار انسان رو استخونهاشون رو شیار کردن تو گورستانهای ایران و الان دیگه این بازگشت به اون دوران، اون دوران رو هنوز طلایی خواندند در واقع موضوع نظام میتونه باشه، نه اینکه بلا همونجوری که میگید شما، بله آدم‌ها خیلی تغییر میکنن، آقای موسوی هم تغییر کرده، آقای موسوی، آقای کروبی یک روز مقابل ولایت فقیه بیشتر بایستن، نه تنها بنده بلکه تمامی کسانی که در واقع مبارزات مردم ایران رو تعقیب می‌کنی خواهان در واقع گسترش و بهبود این وضعیت هستیم و اصلا حمایت هم می‌کنیم از این موضع. اما این متفاوته با اون چیزی که من به عنوان شاهد، یعنی موضوع دومی که می‌خوام اینجا اشاره بکنم اینه، من اینکه به عنوان شاهد مقابل شما قرار گرفتم، من نگاه نمی‌کنم شهادتم به نفع کی یا به ضرر کی تموم میشه. در تمام دادگاه‌های بین‌المللی دست رو می‌برن بالا و میگن شما سوگند بخور که تمامی حقیقت رو می‌گویید، گفتن نیمی از حقیقت جرمه. من میتونم هیچ چی نگم، سکوت کنم، ولی نیمی از حقیقت رو بگم مجرم هستم. بنابراین من به عنوان یک شاهد نگاه نمی کنم شهادتم به نفع این گروه سیاسی یا به ضرر کدوم گروه سیاسی. من شهادت خودم رو از اون دوران باید بیان بکنم و این فکر میکنم روی دوش تمامی وجود اصلا. برگردیم به اصطلاح وضعیت خودتون در زندان و مسائل عاطفی که براتون به وجود اومده. شما در این کتاب کلاغ و گل سرخ خاطرات زیادی از وضعیت زندانی ها، از شخصیت زندانی های همسلولیتون ترسیم میکنید که در بسیاری موارد خب بسیار رقت انگیزه بر از نظر عاطفی، از جمله از شخصی به نام کاظم خوشابی که دوست همسلولیتون بوده اسم میبرید. ایشون یک نمونه یک آدم انقلابی سر موزه هست که با وجود اینکه بعدها متوجه بوده که اگه بگه که من نماز نمیخونم و مسلمونم نیستم اعدام میشه، ولی این کار رو آگاهانه میکنه. وقتی ازش سوال میکنن میگه من در عمرم یک رکعت نماز نخوندم و از این به بعدم نخواهم خوند.
یعنی تا چند اندازه با این گونه زندانی هایی که آگاهانه به استقبال مرگ میرفتن شما روبرو بودید در زندان؟ ببینید اینجا من ناچار هستم توضیحی رو بدم. اون توضیح عبارت از اینه که در دوران اخیر به ویژه ما در حقیقت خیلی این ترجیبند رو شنیدیم که آقا کسی که پاش به زندان میرسه زندانبان اونقدر فشار میاره، له میکنه، داغون میکنه، همه چیز رو ازش میگیره. بنابراین بهتره که آدم سرسختی نشون نده و به هر حال خودش رو خلاص بکنه. با این تعریف ما دو نوع زندانی داریم. یک نوع زندانی که زیر کابل میشکنه، یک نوع زندانی که خب از اول میره همکاری میکنه. یک دسته‌ای در این تعریف حذف میشن، دسته‌ای که نه زیر کابل میشکنه نه آگاهانه همکاری میکنه. خوشابی و خوشابی ها به واقع جز اون دسته‌ای هستن خارج از اراده و ذهنیت ما وجود دارند و حضور دارن. این دسته شما در واقع از زندان اگر عنصر دلیری و شهامت رو بگیرین چیزی باقی نمیمونه از زندان. یعنی زندانی تنها مجاز قبل از اون که پاش به زندان رسید مقاومت بکنه، بلافاصله که پاش به زندان رسید بنابراین چون اونها قرار است که همه چیز رو بگیرن خب خودش داوطلبانه این کار رو بکنه. خوشابی جز این دسته است و ممکنه این دسته تعداد کمی رو تشکیل بده، اما اینها هستند. بسیار خیلی وقتمون تقریبا تموم شد آقای اصلانی، فقط یک سوال کوتاه و اون اینه که شما اصولا بعد از این همه مدت و این دوران زندان که طی کردی شاهد کشته شدن دوستان خیلی صمیمیتون و نزدیکان رفقاتون بودید، همه اینها وقتی برمیگردید نگاه میکنید شما یک جایی میگین که از این رفتن به این دنیای سیاست و غیره به عنوان وادی جنون اسم میبرید، شما فکر میکنید همه اینها واقعا بیهوده بود؟ یعنی یک راهی رفتید که عاقبت نداشت و اگه دور برمیگشتیم به اون سن قبلیتون دیگه این کارو نمیکردید؟ قطعا من اگر برمیگشتم به دوران گذشته اشتباهاتی رو که کردم مرتکب نمیشدم، اما پشیمانی به این مفهومی که شما میگید وجود نداره در من و بهترین شاید دردناکترین لحظات زندگی من بوده. ولی من در سیاست چیزهایی رو یافتم، خوبیهایی رو یافتم، رفقایی رو یافتم و ارزشهایی رو بهش رسیدم که تصور میکنم توی عرصه دیگه نمیتونستم به اونها دسترسی داشته باشم. لذا پاسخ من به شما اینه که قطعا اگر اون راه رو یک بار دیگه میرفتم سعی میکنم اون اشتباهات رو تکرار نکنم. خیلی متشکرم آقای مهدی اصلانی از شرکتتون در برنامه به عبارت دیگه. ممنون.